سلام و صد سلام خدمت شما مردم خبری های عزیز و گرانقدر هر جای ایران که هستید و گیرندتون رو بر روی مردم خبر دات تیوی تنظیم کردید. خوش اومدید به اینجا به استودیو پارسا در 28مین روز از ماه بهمن. در آخرین دوشنبه این ماه در خدمت شما خوبان هستم با بسته کاریکاتورخوانی. نگاهی بندازیم به کارتون های روز، به مسائل روز ایران و جهان از نگاه هنرمندانه کارتونیست ها. برای اولین کارتون امروز سری بزنیم به نگاه محمد رضا میرشاه ولد به مسئله انتخابات. با هم از نزدیک این کارتون زیبا رو ببینیم و نگاه محمد رضا میرشاه ولد، کارتونیست خوب کشورمون، که میگه کاش نامزدهای نمایندگی مجلس یه آپشنی داشتن که اعلام میکرد اون چه در برنامه آینده خواهید دید. و البته یکی از کاندیداهایی که آماده هستش در اینکه در روز جمعه در لیست انتخابات 11مین دوره از مجلس شورای اسلامی قرار بگیره یک آپشنی داره، در حالی که یک خنده این روزها به خاطر تبلیغات بر روی لبش هست، ولی در پس مغزش شما میبینید که چه اخمی داره در برنامه آینده. انشاءالله کاندیدایی که انتخاب میکنید شما مردم خوب در هر جای ایران که هستید اصلح باشه و حرف امروزش و کار آیندهش یکی باشه. بریم کارتون بعدی رو ببینیم در کارتونخانی امروز و اون هم باز در مورد انتخابات هست و بحث شیرین انتخابات روز جمعه این هفته. نگاهی بندازیم از نزدیک به این کارتون. بدو بدو نماینده آوردم براتون، خاکی و مردمی، آشنا با درد مردم، جگر سوخته و اشک‌ریز، خیس خورده در سیل، ترک خورده در زلزله و یخ زده در برف. خب نگاهی به تبلیغاتی که کاندیداهای انتخابات برای خودشون راه انداختند. انشاءالله که با دید باز و نگاهی به گذشته هر به هر کاندیدی که داریم انتخاب کنیم و به حرفهای فقط امروزشون و چیزهایی که برای تبلیغات بولد میکنن توجه نکنیم. واقعا ترک خورده در زلزله و خیس خورده در سیل باشند همراه مردم. و اما بریم کارتونیست فارس هم از قافله کارتون دور نمونده و نگاهی انداخته به مسئله روز. براتون بگم در مورد انتخابات کارتون خیلی زیاد بود، من سعی کردم بهترینشو که با حال و هوای شما هم آشنا باشه بیارم و نگاه کارتونیست فارس رو میبینید باز هم به مسئله انتخابات و یک درخواست کوچولو از نمایندگان مجلس در کارتونش داره و اون رو به تصویر کشیده و خلاصه گفته که نمایندگان در مجلس شورای اسلامی آداب در حال آداب پارلمانی رو رعایت کنند و نخوابند و البته یک طعنه ای زده به اون نمایندگانی که در دوره‌های قبل عکساشون در فضای مجازی میچرخید و خلاصه نشان از خوابیدن اونها در بحث‌های مجلس داشت. خب این هم از نگاه کارتونیست های خوب کشورمون به مسئله انتخابات. و اما بریم سری بزنیم به آزادراه تهران شمال و ببینیم که عوارض این آزادراهی که به تازگی افتتاح شده چقدر هستش. قرار بود که عوارض 100 هزار تومان تعیین بشه ولی وزارت راه و بنیاد مستضعفان با این رقم مخالفت کرد و آخر سر با چک و چونه های مختلف به 40 هزار تومان رسید و البته از برای گذشتن از این آزادراه افسانه‌ای شما باید 40 هزار تومان پرداخت کنید. نوشته که لطفاً معیشتی های دریافتی رو آماده کنید و نگاهی انداخته به عوارض خیلی بالای این آزادراه. بریم کارتون بعدی رو ببینیم در کارتونخانی امروز. خب چی براتون آوردم در بخش دیدنی ها؟ کاری از گروه بر بچه های دیرین دیرین رو با هم ببینیم. نگاهی انداخته خیلی جالب، خیلی دقیق به مسئله موتور سواری که همه ما به خصوص در پایتخت درگیر اون هستیم. موتور سوارهایی که همه جا رو حق خودشون میدونن، همه جا دوست دارن، هر جایی که دوست داشته باشن از اون عبور میکنن. با هم نگاهی بندازیم به آخر و عاقبت موتور سواری که قوانین رو رعایت نمیکنه. همراه باشید. دلین دلین عذاب خیابون سلطان کوچه خلبت توی پیاده روها میام بدون دعوت صدا
صدای اگزوزم اینه هوی هیولا چی کلاه ایمنی باشه واسه زوزولا قانون داره خیابون خب به اگزوز چپم هر گندی هم که بزنم شبا راحت میکپم دابلوی یک طرفه واسه منی نداره کی به چراغ قرمز اصلا محل میذاره عاشق خط بیشم سترکه که خوراکه یاشتون استاده پوشوندن پلاکه میگن قانون داره خیابون خب به اگزوز چپم هر گندی هم که بزنم شبا راحت میکپم انگار بجور بکیدم نوشیدم ریغ رحمت هرچی که گفتم چرت بود شما خوب بمونین بیزمت خب این هم از کار گروه دیرین دیرین و نگاهی که به موتور سوارانی داشت که در سطح شهر همه خیابون و پیاده روها رو حق خودشون میدونن و البته بریم سراغ کارتون بعدیمون در کارتونخانی امروز و اون هم نگاهی انداخته به حال و هوای این روزهای کشورمون همونطور که میدونید در گیلان در مناطق بسیاری از غرب کشورمون هوا برفی هستش و البته تردد در راه‌های جاده‌ای بسیار پرخطر هست برای همه ماشین‌ها براتون در عکس و مکس عکس‌هایی گذاشتم از راه‌های پر از برف و البته در کارتونی که خبر آنلاین به اشتراک گذاشته میگه که در حالی که هم راهداری هم هواشناسی از مردم میخواد که در تعطیلات به شمال نرن چرا که به خاطر برودت هوا و سرما راه ها خراب هستش به قول معروف و ممکنه در جاده بمونن شما راه شلوغ شمال رو میبینید که مردم البته مردم بی توجه به سلامت خودشون همچنان در راه شمال هستند این هم نگاه منتقدانه خبر آنلاین به شلوغی راه‌های شمال در این روزها و اما بریم سری بزنیم به مسئله مهم بین المللی و البته سلامتی و اون هم ویروس کرونا هستش و شهرونگ همونطور که می‌بینید آنجل بولیگان کارتونیست خارجی هستش که این کارتون رو به اشتراک گذاشته و نگاهی انداخته به جان باختن بسیاری از مردم در این روزها در جای جای جهان و نشون میده که چطور کرونا در چین مرز 1700 نفر رو یعنی کسانی که جان باختن رو گذرونده و همچنان این ویروس جان بسیاری رو در خطر گذاشته. خب این هم از نگاه‌های متفاوت به مسائل روز دنیا، مسائل ایران و جهان. به پایان کارتونخانی امروز 28مین روز از ماه بهمن رسیدیم. من بهناز قدسی تا درودی دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگارتون خوش. We'll be right back.